سلام دوستان، امید که جور صحتمند باشین. درس این جلسه ما از درس پنجم که ترانسفورمینگ است. در خود ترانسفورمینگ ما میتونیم که موف کار کنیم، فلیپ کار کنیم، ریسایز اند روتیت. موف حرکت میده، یک ابجکتی که بخوایم حرکت بدیم. فلیپ یک عمو جهتش تغییر میدیم. ریسایز و میتونیم که او را خرد و کلان بسازیم و روتیت هم میتونیم چرخش بدیم. خب این بخش در این جلسه ما کور میکنیم. در قدم اول وقتی که پروژه خودانا باز میکنیم، میریم اوپن ریسنت، یک پروژه ای که قبلا ما کار کرده باشم دهش. فرض کنید ما اینی رو داریم، اینی شیب رو میخواییم که سر از این شیب کار کنیم. اوکی، ما در قدم اول کل از یار انتخاب کرده یک کنترول جی میزنم که گروپ میشه. هر وقتی که ما سر آبجکت خود یا شیپ خود کلیک کردیم، اینی نوتا ایجاد میشه و این تو یک خط میه چهار طرفش که توسط از این ما میتونیم که هرگاه امی حالت آمد ما میتونیم که او رو موف کنیم، میتونیم که ریسایز کنیم، میتونیم روتیت کنیم. ما میخواییم در حرکت بیاریم، فرض که این شیپ رو میخواییم یک جای دیگه ببریم، میتونیم ای را انتقال بدیم. در خود از این کلیک کرده بدون از اینکه ماوس الا کنیم میبریمشه این طرف، هر طرفی که میخواستیم. البته متوجه باشن که تولزتان باید موف تول باشه که شارتکتش هم ویستک ای دینی حالت باشه. اگر دیگه تولز ها استفاده شده باشه این کارا نمیتونه، باید موف تول باشه. خب موف تول بعد از این هرگاه ما ماوس بیاریم در این نزدیکای زمین خود نود، میتونیم که ریسایزش کنیم. و در صورتی که بخوایم که اسپک ریشیو زیرا بر ما مهم نباشه، اسپک ریشیو چی است؟ یعنی که ببینن سایز از این اگر خوردم باشه با مو سایز است، اگر کلانم باشه با مو سایز است، یعنی که از بر و درازی خورد و کلان نمیشه، او امی فکس اسپک ریشیو است. اگر در صورتی که ما وقتی که خورد کردن اینجا شیفت فشار بدیم در کیبورد، ببینین هر وقتی که شیفت فشار بدیم در حالت تغییرات میتونیم بیاریم در شیپ. خب اینه که فهمیدیم. این حال پالی از یک موضوع دیگه هم است که اگر ما در سر شیپ کار کنیم باز در او حالت فرق میکنه. مثلا ما میریم این حال یک شیپ در اینجا ایجاد میکنیم، اینا مثلا به این شیپ یک شیپ ایجاد کردیم. اگر ما شیفت افشار نتونم در کیبورد در اینی حالتی جور میشه، ببینیم خورد ریزی از اینی حالت میشه. من این حال بدون شیفت است، این حال من شیفت افشار میتونم در کیبورد، این حال شیفت افشار دادم ببینیم منظم شد. یعنی چی؟ یعنی که در حالتی که شیب بخواین کار کنین برعکس از این کار میتونه. چرا؟ این یک دیزاین است که ما آلریدی جور کردیم و این یک گروپ ساختیم. ببینید اینجا گروپ گروپینگ باز بدنم کار میکنیم، گروپ کردیم. باز اگر شما سر گروپ خواستین که کار کنین با می حالت کار میتد، حالت عادی بسیار اسپک ریشیو زیر از بین نمیبره، اما شیفت که فشار بدین باز اسپک ریشیو زیر از بین میبره. اما وقتی که یک دیزاین شیپ باشد، شیپ ساده بدون از اینکه یک تغییرات بیارین، باز دو حالت ای چی را به خود میگیره. مثلا بدون از اینکه ما شیفت فشار بتیم این تغییرات میایه سر از این، مثلا هم از بر هم از درازی. اینا اگر شیفت فشار بتیم منظم خورد کلان میشه. خب این را فهمیدیم که در شیپ باید شیفت فشار بتیم که منظم باشه و در شیپی که آلیدی ما شما دیزاین کرده باشیم در او نیاز نداریم که ما شفته فشار بدیم، خود از او اسپک ریشیویش به خود میگیره. این یک سهولت ساخته افینیتی دیزاینر برای از اینکه اسپک ریشیو از بین نره. این خیلی مهم است. فرض کو این یک لوگو است، این لوگو نباید اسپک ریشیویش خراب شوه. متوجه این موضوع باشین، خیلی مهم است. اگر یه در یک جای لوگو این رقم باشه، در دیگه جای این رقم، در دیگه جای این رقم، استاندارد لوگو گفته نمیشه. ببینید ما این انتخاب کردیم دوباره. خب این فهمیدیم که ما چه رقم که از این نود استفاده کرده این خورد و کلان ساختیم. اگر ما در بغل از این از اون نوتای بغل از این استفاده کنیم، در اون حالت ما میتونیم که این همچنان بردار و کمبر بسازیم.
از کنجا اگر بخوایم تغییرات بیاریم این خردو کلان میشه، اگر از بغل این شکل به خود تو بردار و کمبر به خود میگیره. اگر ماوس ما را ببینین یک کم ذره از نود طرف دست راست برین، یک تیرک های طرف بالا و پایین میه، این در حالتی که این حالت آمد شما میتونین که بینیشه و این تغییرات بیارین. باز ببینین در صورتی که من ماوس ایلا نکنم یک خط سرخ در پایین میبینین، این خط سرخ بسیار مهم است، یک اساس است که در افینیتی دیزاینر اوتوماتیک بر ما میاره، یعنی که این مالی اگر ما این را ماوس ایلا کنیم این منظم است، لایس است. این را فهمیدیم. این حال در پایلی ازی اگر بخواییم این را روتیت کنیم، پس در اون حالت نوت بالا میریم در کنج، اما از این کنج کم ذره بالاتر میریم، این حال ماوس ما تغییر کرد، در این حالت باز این حال تغییرش میدیم و فلیپ هم میتونیم که توسط این نوت های بغل اجرا کنیم. خیلی خوب، این حال یک کار دیگه هم میشه اینجا، تنها فلیپ هوریزنتال نداره، ورتیکال هم داره. مثلا در اینجا کلیک میکنین، میارین پایین، ببینین لوگو تغییر کرد به این حالت. بهترین را که اسپیک روشیوش هم خراب نشه در صورتی که موف تولز فعال باشه و خودی همو شیبتان هم انتخاب باشه، در بالای بالا اینی بخش ها توسط اینی ها میتونین شما همی کار فلیپ اجرا کنین. مثلا این کلیک میکنیم، دیدین جهت لوگو تغییر کرد. خیلی خوب، این دو بخش بود، پالوی از این روتیت است و ایم برعکسش، یعنی که روتیت هم توسط این دو بخش میتونیم هم توسط ماوس مدنی حالت و پالی ازی توسط ازی هم میتونیم که ایره روتیت کنه. خب ایره خوب فهمیدیم. این حال در اینجا یک بخش دیگه داره که در ترانسفارم تاب میتونیم که عینی کار روتیشن و یا یکی موف تولز اینا را در اینجا اجرا کنیم. به طور مثال خب ما ایره 600 تایپ میکنیم، انتر میکنیم، ببینید این طرف رفت و یا یکی این طرف اگه بیاریم ببینید نمبرینگ تغییر میکنه. طبق ازی شما میتونید دقیق نمبر بدین که نمبر چند و پوزیشن ازی در کجا باشه. خیلی خوب، پالوی ازی وید است بر ازیست سکنین 79.7 78.4، یعنی که یکم ذره برش بیشتر است از درازیش کده. اگر شما خواستین که یکسان بسازین میتونین که ایره توسط ازی دو بخش شما میتونین که کارا اجرا کنین و روتیشن هم اینی چیز. ببینید در اینجا روتیشن که ما میخواییم روتیت کنیم از این کنج حساب میکنه، محاسبه میکنه. چرا؟ چرا که در اینجا کنج انتخاب است. اگر شما پایین انتخاب کنید مثلا اینی اینجا انتخاب کردیم، یعنی که اینی تو نوتس انتخاب کردیم، سعی کنیم ما روتیت میکنیم، این بود روتیشن و این طرفش هم که هستک مثلا خود اسکویز هستک. خب این بود بخش ترانسفارم که در درس خوانده ما شما دیگه تا درس بعدی. خدایا رو نگهدار شما.